با توجه به نزدیک بودن روز قدس و جهتگیری رسانه‌های حکومتی در این ایام، نظر شما در بخصوص نحوه حضور مردم در این مراسم چطوره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از یادگارهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همین اعلام روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان رو برای پشتیبانی از مردم فلسطین به عنوان روز قدس، یعنی قدسی که قبله اول مسلمان ها بوده و به وسیله صهیونیست بین الملل قصد شده، امام رضوان الله تعالی علیه این یک روز رو اختصاص دادن به روز جهانی قدس، که انشاءالله روزی باشد که قدس از چنگال صهیونیست‌ها آزاد بشه و در اختیار مسلمان ها قرار بگیره. با آرزوی اون روز، خب مردم وظیفه دارن که در این روز با شکوه شرکت بکنن و این روز متعلق به همه مسلمانان است و مربوط به همه مسلمانان و شیعیان ایران است. هیچ اختصاصی به یه حزبی یا گروهی یا دسته‌ای نداره. همه گروه‌های سیاسی و احزاب و تشکل‌ها و مردم و کشاورزها همه در این روز تا به حال شرکت کردن و شرکت هم می‌کنن. اما نکته خیلی حساسی رو که باید توجه به اون داشت، مردم یه گلایه‌ای دارن، یه نگرانی دارن از صدا و سیما و از حاکمیت و از حکومتی ها که اگر بعضا شرکت نمی کنن به واسه همین گلایه‌ای هست که اینها نباید اینطوری عمل بکنن. اگر اینطوری عمل نکنن شاید با شکوه‌تر مردم شرکت می کنن. اما این است که این حضور مردم را به نفع یک گروه سیاسی یا به نفع حاکمیت مصادره نکنند. اگر واقعا به نفع به گروه خاص و یا به نفع حاکمیت و به نفع اقتدارگرایان مصادره نشه، من فکر میکنم که اگر چنین اعتماد و اطمینان مردم داشته باشن که مصادره نمیشه، با شکوه‌تر شرکت میکنن و این زمینه رو باید حاکمیت فراهم بکنه و این رو روز را متعلق و همه بدونه که همه بدونن شرکت بکنن و مصادره به نفع هیچ کسی و هیچ قدرتی نشه، به نفع مردم مظلوم فلسطین باشه و انشاءالله روزی که فلسطین آزاد بشه. آقای قوامی، طی این چند روز گذشته ما شاهد اتفاقاتی بودیم که حالا بیشتر برای به وجود آوردن یک فضای ترس و دلهوره بوده. حمله به منزل آقای کروبی، حمله به منزل آقای عبدالله نوری و امروز هم خبر منتشر شد مبنی بر اینکه به خانم رهنورد توی خیابون تعرض شده. آیا فکر می‌کنید که با توجه به نزدیک شدن به روز قدس، حاکمیت سعی داره با چنین رفتارهای ایذایی چه چیزی به مردم برسونه؟ آیا فکر می‌کنید که این نوع رفتارها مردم رو دلسرد می‌کنه از حضور در راهپیمایی روز قدس؟ ببینید، این نوع رفتارها که از ناحیه مردم نیست، از ناحیه خود نهادهای حکومتی است و خیلی به راحتی حکومت و حاکمیت می توانه از اینا جلوگیری کنه. ولی متاسفانه این شیوه شعبان بیمخی که هزاران شعبان بیمخ درست شده تو مملکت، اینها نمونه خیلی روشنش این بود که من 10 روز عزاداری دارم در قزوین. هر سال این مربوط به اصلا قبل از انقلاب در خانواده ما که خانواده روحانی و مذهبی بودیم. خب آقای کروبی شرکت میکرد همیشه، یه نیم ساعت میشست و بعد برمیگشتن تهران. خب آمدن اینها چه بساطی رو به راه انداختن؟ مثلا فرماندهان سپاه فرماندهی میکردن و نجداشتن ایشان یه نیم ساعت در این مجلس عزاداری شرکت بکنه. خب وقتی از اینها جلوگیری نمیشه، وقتی اینها را بازخواست نمیشه، وقتی اینها مجازات نمیشن، نیمه شب به خونه های مردم حمله میکنن و مثل شخصیتی مثل آقای کروبی که حالا من معتقد هستم هنوز آقای کروبی در چارچوب نظام هست و نظام قبول داره و حرکت در چارچوب نظام انجام میده، حالا اگر اشتباهی هم هست که باید جبران بشه، ولی این حق را باید داشته باشه که در یک مجلس عزاداری شرکت بکنه. من چند قبل هم با آقای کروبی در یک جلسه بودیم، صحبت بود که راجع به روز قدس چه باید بشه. ایشون گفت من شرکت میکنم در روز قدس. خب ایشون اعتقاد داره به این مسئله. اینها بعضی ها گفتن که خب اونجا به شما حمله میکنن، فلان فرمود یا را کشتن بشین شدیم دیگه، واسه ما وظیفه داریم که در این راهپیمایی شرکت کنیم.
خب کسی اینطوری اعتقاد داره و اول یه عده ای رو بسیج میکنن، این عده از این مردم نیستن، این نهادهای حکومتی هستن، مشخص هم از چه نهاد حکومتی هستن که این کار رو میکنن و من معتقدم که اینو باید جلوگیری بشه. اگه جلوگیری نشه به زیان امنیت مملکت، به زیان کشور، به زیان اینطوری که باید، شاید در روز قدس خود بنده مثلا در این شهری که در استانی را که 50 سال اینجا سابقه داشتم، در اینجا سازمان ساواک زندان بودم، 3 بار در همین قضیه من زندان بودم در زمان ساواک. خب به حسرت 30 سال هم بعد انقلاب کار کردیم، در شیراز زندان بودیم در زمان شاه، به لحاظ سخنرانی که علیه حکومت کرده بودیم زندان بودیم در زندان. خب من همین الان خودم نگرانم که اصلا من چطوری شرکت بکنم. خب یا شبان بیمخوا حمله میکنن، میزنن، میکشن و هیچ کس هم مؤاخذهشون نمیکنه، چیزی دستگیرشون نمیکنه، هیچ نهاد اطلاعاتی هم وزارت اطلاعات توجه نمیکنه اینا از کجا مثلا مایل بیان. خب این نگرانی هست. حالا خیلی هم خود به بنده مراجعه میکنن که شما چیکار میکنید، اینا برای شما خطر است که با شرکت نکنید. خب واقعا مایه تاسف است.